السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الحسين صلوات الله وسلامه عليه: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن بلقاء ربه محقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. با کسب اجازه از محضر همه عزیزان حاضر به ویژه بزرگان و علمای اعلام، دقایقی را که در محضر شما هستم کوشش می کنم با اختصار مطالب پیرامون بعضی از ابعاد نهضت حسینی علیه السلام و استفاده ای که امروز ما باید به عنوان پیروان مکتب اسلام و عاشقان امام حسین علیه السلام از این نهضت بکنیم به عرض برسانم. در آغاز اجازه می خواهم از همه شما عزیزان، مردم بزرگوار، فرهنگیان، کسبه، تجار، علمای اعلام، مسئولی محترم ادارات که جلسات امروز را به خوبی پرشکوه برگزار کردن در سطح ولایت هرات و به ویژه از مسئولین محترم امنیتی کشور و ولایت، نیروهای عزیز و فداکار اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و سایر نیروهای همکار صمیمانه سپاسگزاری نمایم که به لطف خداوند متعال و با تلاش شبانه روزی این عزیزان مراسم عاشورای امسال همچون سالهای گذشته علارغم بعضی نگرانی‌هایی که بعضی از افراد و دستجات در بین مردم دامن میزنند، بسیار با شکوه و با امنیت کامل و لطف خداوند متعال برگزار شد. این هم یکی از نعمتهای بزرگ الهی است برای همه ما که باید قدرش را بدانیم و حمایت بیشتر از نیروهای مسلح و مسئولین محترم امنیتی خود بکنیم. نهضت امام حسین علیه السلام دو جور ممکن است مورد توجه قرار بگیرد: یک مرتبه به عنوان یک پدیده تاریخی که در سال 61 هجری اتفاق افتاد، جمع با انگیزه دینی در مقابل جمع دیگر که مدعی حاکمیت اسلامی و خلافت پیامبر اکرم بودند ولی در حقیقت از روح اسلام و خلافت اسلامی در کار آنها و فکر آنها اثری نبود، با مقابله برخیستند برای حمایت از دین و در اون مقطع اون بزرگان به شهادت رسیدند. حادثه بود در لابلای تاریخ و گذشت. این ممکن است یک نگاه باشد به نهضت امام حسین علیه السلام که متاسفانه هستند ساده اندیشانی در عالم اسلام، در گذشته هم بودند، در حال حاضر هم هستند، که نهضت امام حسین علیه السلام را چنین تعبیر و تفسیر ساده لوحانه می کنند و حتی کسانی که در این خط سیر می کنند می کوشند تا مخالفین امام حسین علیه السلام را که در حقیقت مخالف خدا و پیامبر عمل کردند
و قلب پیامبر خدا را خون کردند، براءت هم بدهند. میبینیم در سالهای اخیر از طرف بعضی از حلقات معینی که از روح قوانین اسلام و تعلیمات دینی بیخبرند یا به تجاهل میزنند خودشان را، کتابهایی نوشته میشود در باب یزید، مثلا تحت عنوان امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، و کوشش میشود که یزید و امثال یزید براءت داده شوند. این تفکر درست نیست، ناشی از همین فکر است، از همین بینش است که ما قضیه کربلا را و حادثه عاشورا را به عنوان یک پدیده بریده از تاریخ ما قبل و ما بعدش بخواهیم مورد توجه قرار بدهیم و فکر کنیم حادثه بود در لابلای تاریخ گذشت. نگاه دیگر و عمیق‌تر به حادثه کربلا که متناسب با فرمایشات پیامبر بزرگوار اسلام است و با فرمایشات خود امام حسین علیه السلام، این است که اون حرکت در حقیقت ادامه حرکت پیامبر خدا بود برای احیاء دین پیامبر. همون گونه که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند حق و باطل و لکل اهل، همیشه حق و باطل هست و هر کدام طرفداران دارد. همون گونه که امام صادق علیه السلام فرمودند اون چه که منصوب به ایشان است، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و کل شهر محرم، همیشه سرزمین های کربلایی هست، همیشه طرفداران امام حسین و پیروان امام حسین هستند و پیروان یزید، دو خط حق و باطل در مقابل هم قرار دارند و ممکن است سرزمین های زیادی در بستر تاریخ به کربلا تبدیل بشود. کربلا یک نشانه است و یک الگو و یک نمونه. اگر این باشد و بخواهیم از فرمایشات پیامبر اسلام و بزرگان دین و سخنان خود امام حسین علیه السلام در این رابطه استفاده درست بکنیم، کربلا در حقیقت یک مکتب است، مکتب انسانسازی، مکتب شجاعت، مکتب آزادگی، مکتب حماسه، مکتب هدایت و نجات انسانها، مکتب مقابله با زورگویی، مکتب مخالفت با ستمگری. امام حسین علیه السلام اگر این گونه شناخته بشود که به حمد الله در جامعه اسلامی ما در افغانستان نگاه به امام حسین و مکتب امام حسین پیش همه مسلمان ها این گونه است، اگر این گونه باشد، اون وقت فرمایشات پیامبر بزرگوار اسلام میتواند خیلی معنای روشنی پیدا بکند و برای ما در رابطه با امام حسین علیه السلام آموزنده باشد. من دو تا حدیث را از پیامبر بزرگوار اسلام خدمت شما میخوانم و تقارنی بین اینها عرض میکنم و به عرضم انشاءالله خاتمه میدهم که نماز عصر هم دیر نشود. یکی این است، حضرت فرمودن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، حسین علیه السلام چراغ هدایت است و کشتی نجات امت. حدیث دیگری در باب قرآن است که خیلی مشهور است و همه میدانیم، فرمودند فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، وقتی فتنه ها به شما رو آورد و مسلط شد بر جامعه اسلامی شما مانند پاره های ابر تاریک، باید به سراغ قرآن بروید. فانه شافع مشفع، قرآن شفاعتگر قاطع است، و ماحل مصدق، و در این حال شاکی و خصم است که شکایتش قبول می شود اگر به سراغ قرآن نروید. من جعله امامه قاده الى الجنه، هر که قرآن را پیشوای خودش قرار بدهد او را به بهشت می رساند، و من جعله خلفه ساقه الى النار، و هر که قرآن را و آموزه های دین را پشت سر بگذارد به جهنم مسیرش منتهی می شود. و
هو الدلیل یدل على خیر سبیل. قرآن کریم راهنمایی است که ما را به بهترین راه هدایت می کند. خوب، این فرمایش پیامبر اکرم فاذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، حضرت پیشبینی کرده بودند که مشکلاتی پیش می آید، شاید پیش بیاید در جوامع اسلامی، به علم نبوت هم حتما می فهمیدن که مشکلاتی پیش می آید که باید محور فکری و محور رهبری در دنیای اسلام برای نجات امت از گمراهی ها مشخص بشود. محور فکری چیست؟ قرآن کریم. یک جامعه بدون محور فکری و بدون اندیشه ناب و اصیل که بتواند نجات بخش و هدایتگر باشد، هیچگاه نمیتواند راه به ساحل نجات ببرد. قرآن کریم برای ما محور فکر است، محور هدایت است. و گفته پیغمبر اکرم و هو الدلیل یدل علی خیر سبیل، تنها قرآن است که میتواند ما را به بهترین راه هدایت بکند. هر وقت فرمودن به مشکل مواجه شدید، هر وقت گرفتاری ها در جامعه شما، در کشور شما، در دنیای اسلام رو به فزونی گرفت و ابرهای تیره و تار بر شما گسترده شد که حق را از باطل تمیز نمی دادید و مشتبه شد برای شما امر، باید به سراغ قرآن کریم بروید. هرچه قرآن میگوید راهکار همون است. اون که را قرآن برای شما دوست معرفی میکند، دوست شماست. کسی را که دشمن معرفی میکند، او دشمن شماست. راه را که پیش روی شما میگذارد برای صلح یا برای جنگ، اون راه راه نجات شماست. از اون مسائلی که شما را قرآن کریم برحذر میدارد، باید برحذر باشید و احتراز بکنید، وگرنه تعلیمات قرآن کریم اگر به فراموشی سپرده شود، گرفتاری های بر دنیای اسلام مستولی خواهد شد که اون سرش ناپیدا. قرآن کریم به ما چی میگوید؟ میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. مسلمان ها به طرف ستمگران تمایل پیدا نکنید که این تمایل شما را با آتش میکشد. قرآن کریم به ما چی میگوید؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ما جاءتهم البينات. با هم دیگر اختلاف نداشته باشید، تفرقه نکنید مثل امتهای قبل که با مشکل مواجه میشید. قرآن کریم چی میگوید؟ فلا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. با هم دیگر به جنگ و درگیری و نزاع بر نخیزید که قدرت شما، ابهت شما، هیمنت شما از بین می رود و دشمنان جرأت پیدا می کنند که بر شما مسلط بشوند، حمله بکنند، امیدوار بشوند به تسلط بر شما. قرآن کریم می فرماید تقوا را پیشه کنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بر مبنای تقوا اعتصام به حبل الله بکنید که وحدت پایدار است، که مبنایش تقوا و دینداری باشد، نه وحدت قومی، نه وحدت زبانی، نه وحدت خونی، نه وحدت منطقی. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قرآن کریم به ما می‌فرماید اگر کسی یک نفر را بیگناه بکشد، مثل این است که جامعه را از بین برده است. کسی که یک نفر را احیا بکند و هدایت کند، مثل این است که بشریت را احیا کرده. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. قرآن کریم به ما میگوید کسی که کلمه میخواند مسلمان است، نسبت کفر ندهید. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. قرآن کریم به ما میگوید اگر کسی یک مؤمن را به ما حق بکشد، عاقبتش جهنم است. و من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. اینها و هزاران آموزه دیگر قرآن کریم که به درد همیشه ما میخورد. الان ما ببینیم واقعا دنیای اسلام چقدر توجه عمیق دارد به این آموزه های دین. در مقام خوندن همه ما میخوانیم،
یا در نماز یا در غیر نماز این آیات قرآن کریم را میخوانیم. همه ما الحمدلله اعتقاد داریم، همه مسلمان ها در دنیا با آیات شریفه قرآن معتقدند، اما عملش چی؟ توجه به معانی و مفاد و رهنمودهای قرآن کریم چی؟ مگر الان دنیا شاهد همون شرایطی نیست که پیغمبر اکرم پیش بینی کردن و ترسیم فرمودن و گفتن فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن؟ الان فتنه ها مسلط نشده بر دنیای اسلام، فتنگران نمیخواهند دنیای اسلام را به جان هم بیاندازند، نمیخواهند بر دنیای اسلام مسلط بشوند. الان مگر یهود و نصارا دست به دست هم دیگر ندادند که باز دوباره به انواع دیگر و با حیله های جدید و با روش ها و عناوین و عنوان های جدیدی مثل مبارزه با تروریسم و امثال اینها که عنوانهای خود ساخته است راه را برای تسلط در کشورهای اسلامی هموار بکنن. اینها فتنه نیست. اگر هست فعلینا بالقرآن، باید به قرآن مراجعه بکنیم. قرآن کریم چی میگوید؟ میگوید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. قرآن کریم میگوید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. اگر شما بخواهید شرق، غرب، یهود، نصارا، دشمنان اسلام از شما مسلمان ها راضی بشوند، راهش یک چیزه، این که از اونها پیروی بکنید، آیین خود را کنار بگذارید. عملا شعار هر چی میخواهید بدهید مانعی ندارد، در عمل وابسته به آیین خود نباشید. اون چرا اونها میگویند بر اساس منافع اونها و نقشه راه اونها عمل بکنید، اون وقت از شما راضی میشوند. اگر ما بخواهیم اونها را راضی بکنیم، باید دست از اسلام خود برداریم، دست از قرآن خود برداریم. امروز همون زمان فتنه است. این یک نکته. نکته دوم، پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة. امام حسین علیه السلام چراغ هدایت است و کشتی نجات. وقتی زمان فتنه شد، چراغ هدایت لازم است. وقتی ابرهای تاریک آمد، وقتی امواج طوفانزا میخواست کشتی نجات امت را غرق بکند، اونگاه کسی لازم است که این کشتی را به ساحل نجات برساند. کشتی لازم است، ملوان لازم است، کشتیبان لازم است. در بیابان تاریک وقتی سرگردان شدیم، چراغ هدایت لازم است. این حسین علیه السلام، این نواده پیامبر خدا برای ما، برای همه ملت ها در طول تاریخ، برای همه مسلمان ها در تحولات گوناگون روزگار و در تاریکی ها و در قعر ظلماتی که ما قرار میگیریم، چراغ هدایت است. امام حسین علیه السلام یک آدرس است. در دل شب تاریک اگر وسط بیابان باشیم، راه خود را گم کرده باشیم، متحیریم کجا برویم، از دور یک چراغ روشن چشمک میزند، ما را به طرف خود میخواند، به معنی این است که آبادی، زندگی و نجات اون طرف بیابان است. امام حسین علیه السلام در بیابان زندگی پرفراز و نشیب انسانها و در تلاطم حوادث روزگار همون چراغ نجات است و همون کشتی نجات است که ما باید او را هدف قرار بدهیم، او را پیشوا قرار بدهیم و فرموده پیغمبر اکرم و راه او را برویم. حسین علیه السلام چه راه را؟ ما هم همون راه را برویم. شرایط زندگی امام حسین علیه السلام و شرایط دنیای اسلام در اون زمان بسیار شباهت داشت با شرایط امروز، بسیار شباهت داشت. در اون زمان هم به نام اسلام کارهای خلاف اسلام می شد، امروز هم متاسفانه می شود. در اون زمان هم کسانی به نام عالم دین، دزدان لباس عالم دین، کسانی در جایگاه پیامبر قرار گرفته بودند، فتوا می دادند، فتواهای بناحق. امروز هم کسانی می بینیم بر مسند پیامبر خدا نشستند، از این طرف و اون طرف دنیا و مع الاسف از سرزمین های مقدس اسلامی
از جایی که باید اسلام و مسلمین هدایت بشوند و محور تجمع مسلمان ها قرار بگیرد، فتوا داده می شود که فلان فرقه کافرند، باید کشته بشوند، خونشان به هدر است، مالشان فلان است. اینها واقعا عالم دینند، اینها واقعا پیرو رسول خدا هستند که فتوا می دهند مسلمان باید مسلمان را بکشد. همین شرایط امروز ما مثل شرایط زمان یزید شده است متاسفانه در بعض جهاتش، در بعض جهاتش. و اون جهات این که کسان جریانهای افکار باطل عالم نمایان در بعضی از کشورهای اسلامی در صدد هستند که حقیقت دین را وارونه جلوه بدهند. در زمان یزید بن معاویه هم همین کار بود، چیزهای را میخواهند به نام اسلام قالب بکنند و به خورد مردم بدهند. در اون زمان هم همینطور بود. اون وقت وظیفه امام حسین چی بود؟ دیگه کار نمیشد بکنه امام حسین علیه السلام. امکانات امام حسین علیه السلام مثل امروز که مسلمان ها امکانات دارن، قدرت دارن، تبلیغات دارن، وسایل ارتباط جمعی دارن، تو اون زمان نبود. امام علیه السلام باید حرف حق خود را به کرسی می نشان و حقیقت را به گوش جهانیان می رسان. لذا فرمود که ان لم یستقیم دین و جدی الا به قتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین رسول الله جز با کشتن آن سر بلند نمی شود، شمشیرها بیایند مرا فرا بگیرند، من آمادگی برای شهادت دارم. امروز ما باید بیدار باشیم برادران عزیزان، علمای اعلام، وظیفه علما، بنده کوچک همه هستم، طلبه بسیار کوچکم، دست همه علما را میبوسم، علمای اهل سنت عزیز را، علمای اهل تشیع عزیز را، دست همه شما را با عنوان استاد و بزرگ خود میبوسم. اما با عنوان تذکر از این شاگرد کوچک خود این نکته را اگر گوش بدهید بد نیست. و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، امروز وظیفه علما بسیار بسیار سنگین تر از دیروز است. فقط مفهومی نمیشود صحبت کرد عزیزان، باید مقدار مصداقی هم صحبت کرد. این که به مردم بگوییم که حق خوب است و باطل بد است همه میدانند. مردم مصداق حق را باید تشخیص بدهند و مصداق باطل را باید بفهمند کدام جریان بر حق است. آیا کسانی که به عنوان حکومت در افغانستان، به عنوان جمهوری اسلامی افغانستان به این کشور خدمت می کنند قابل حمایتند، یا کسانی که در مقابل اونها ایستادند؟ آیا کسانی که در جهت وحدت مسلمین کار می کنند به حقند، یا کسانی که فتواهایی می دهند که موجب اختلاف در بین جامعه اسلامی می شود؟ آیا جریان هایی که توسط مسلمان ها و مظلومین عالم حمایت می شوند حقند، یا جریان هایی که توسط صهیونیسم و یهود حمایت می شوند و تأسیس می شوند، یا جریانی که رهبرش دو سال در تل ابیب تعلیمات می‌بیند آماده می‌شود تا بیاید در دنیای اسلام فتنه ایجاد بکند؟ جای تأسف است. امروز از بیت المال مسلمان‌ها من یک نمونه کوچک عرض می‌کنم، 60,000 اراده ماشین یا موتر دبل ست، 60,000 اراده از یک مدل، از یک رنگ، توسط دو سه کشور ثروتمند اسلامی جهان عرب خریداری می شود از ژاپن و در اختیار این گروهی گذاشته می شود که دنیا را با آتش کشیده است. این را با کدام منطق اسلامی می شود توجیه کرد؟ میلیاردها دلار سلاح، این سلاحایی که از داعش گرفته می شود، دولت افغانستان هم گرفته، الحمدلله دولت ما مصمم و قاطع ایستاده است و بارها گفته است که افغانستان جای داعش نیست. همه اینها سلاح‌های مدل جدیده، سلاح‌های نو، از کجا میآید این سلاح‌ها؟ کسانی در دنیا هستند، قدرت‌های بزرگی که به ناحق شعار می‌دهند مبارزه با داعش، ولی در حقیقت برای توسعه داعش کار می‌شود. ما باید بیدار باشیم، فریب تبلیغات دروغ را نخوریم. یک حدیث دیگر از پیامبر اکرم بخوانم، عرضم را تمام بکنم، شاید کسی دیگر هم فرمایشی داشته باشد. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند از کتاب شریف در المنصور نوشته محقق بزرگوار علامه جلال الدین سیوطی نقل میکنم، جلد سوم صفحه 152، فرمودند پیامبر اکرم ان رحل اسلام ستدور، چرخ آسیاب اسلام همچنان در حال گردش است،
فحیث ما دار القرآن فدورو به، وظیفه ما را تعیین کردن در چنین شرایط. به اون طرفی که قرآن حرکت می کند شما مسلمان ها موظفی با رهنمود قرآن حرکت بکنید. یوشک السلطان و قرآن ان یقتتلا و یتفرقا، اتفاق خواهد افتاد که پادشاهان قرآن در مقابل هم دیگر قرار بگیرند. در حقیقت تعبیر پیامبر اکرم این است، ان یقتتلا، پادشاه و قرآن با هم به جنگ برخیزند. این پادشاه غیر مسلمان را نمیگوید پیامبر اکرم، او که معلومه به جنگ با قرآن است. پادشاهایی که به نام اسلام هم یوشک السلطان و القرآن ان یقتتلا و یتفرقا، با هم درگیر بشوند و از هم جدا بشوند. انه سیکون علیکم ملوک یحکمون لکم بحکم و لهم بغیره. عجب پیشبینی‌ها کردن پیامبر اکرم، به زودی پادشاهان بر شما مسلط میشوند که به شما یک نوع حکم میکنند، برای خودشان جور دیگر حکم میکنند. فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ، اگر شما از اونها اطاعت بکنید شما را به گمراهی میکشانند. وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ، اگر مخالفت بکنید با فرامین اونها شما را از دم شمشیر میگذرانند، میکشند، به زندان میاندازند. قالوا يا رسول الله، عرض کردن که ما چه بکنیم؟ فکیف بنا این ادرکنا ذلك، اگر چنین شرایطی را شاهد بودیم چه باید کرد؟ فرمود آلو تکونون که اصحاب عیسی، در اون شرایط مثل اصحاب حضرت عیسی علیه السلام باشید. چی جوده بودن؟ نشرو بالمناشیر و رفعو علی الخشب، با اره تکه تکه شدن اما مقاومت کردن و از دین حق دست بر نداشتن، از حمایت حضرت عیسی دست بر نداشتن. شما را هم اگر گردن بریدن، اگر سر زدن، اگر با شمشیر یا با کارت حلالتون کردن، از اسلام و قرآن دست بر ندارید، بر محور قرآن بگردید. نشرو بالمناشیر و رفعو علی الخشب، و بر دار آویزان شدن اما از حق دست بر نداشتن. بعد چه جمله زیبایی میفرمایم که این جمله امام حسین و جمله امام حسین این جمله است: موت فی طاعت خیر من حیات فی معصیه. فرمودن پیامبر اکرم مرگ در اطاعت خدا بهتر است از زندگی با معصیت خدا. یعنی اگر در سایه چنین حکام فاسدی که با قرآن به جنگ برخیستند بخواهید زندگی بکنید، این معصیت است. مرد باشید، شجاع باشید، حامی قرآن و دین باشید، پیامبری باشید، طرفدار پیامبر و اصحاب پیامبر باشید، دنبال راه اصحاب پیامبر و پیشوایان دین باشید و دنبال راه امام حسین علیه السلام باشید. امام حسین علیه السلام چی گفت؟ اون حضرت هم فرمود که اینی لا ار الموت الا سعاده، در شرایطی که به وجود آمده الا ترون ان الحق لا یعمل به، نمیبینید مردم که به حق عمل نمیشه، و ان الباطل لا یتناها عن، کسی اصلا باطل را کنار نمیگذاره، جلوگیری نمیشه از باطل، انگار تشویق میشوند برای باطل. لیرغب المؤمن بلقاء ربه محقا، آدم و مؤمن دیگه در این شرایط نمیتونه زندگی بکنه، باید بره به دنبال ملاقات خدا. فإني لا أرى الموت إلا سعادة، حضرت فرمودن من در چنین شرایط مرگ را سعادت میدانم. لا الحياة مع الظالمين إلا برما، و در چنین شرایط زندگی با ستمگران را مایه ننگ و نکبت میدانم. عرضم تمام، سخن زیاد است، بنده اسعای ادب بیشتر نکنم، وقت کم است. فقط خواستم که از این دو حدیث پیامبر اکرم این نتیجه را بگیریم که ما باید از نهضت امام حسین علیه السلام، علاوه بر این که تجلیل میکنیم، علاوه بر این که به یاد مصیبت‌های اون حضرت گریه میکنیم و عزاداری میکنیم، علاوه بر این که اظهار تنفر میکنیم از کسانی که ظلم کردن نسبت به اولاد پیغمبر خدا که منفور همیشه تاریخ و همه مسلمانانند، باید استفاده کاربردی بکنیم. و استفاده کاربردی این است که زمان خود را با زمان امام حسین
شرایط خود را با شرایط امام حسین و زندگی حضرت تراز بکنیم، بسنجیم، ببینیم در چه جایگاه هستیم، شرایط ما چقدر با اون شرایط تشابه دارد، راهکاری که امام حسین علیه السلام برای نجات از اون شرایط در نظر گرفت که همون راهکار پیامبر است، ما هم متناسب با شرایط خود، زمان خود، زمین خود و زندگی خود اون راهکارها را در نظر بگیریم که راه نجات این است که فرمودن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، و در غیر اون از نشستن پای منبر امام حسین و برخواستن ولی درس نگرفتن و عمل نکردن به آموزه های دین و قرآن و مکتب امام حسین علیه السلام راه به جای نخواهیم برد که چنین مباد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.